سلام دوستان خب تو جلسه قبلی ما یه مدلی رو داشتیم که از طریق نرم افزار لینگو اون رو حل کردیم یعنی دو تا مدل بود که حل کردیم بعد گفتیم که خب ما میتونه تعداد محدودیت ها و متغیرامون بیشتر و بیشتر باشه و اینطوری دیتا وارد کردن تو خود لینگو یه مقدار سخت هستش بخاطر خاطر همین میتونیم از ترکیب اکسل و لینگو استفاده کنیم و دیتا اون رو توی اکسل وارد کنیم و از طریق لینگو اون رو حل کنیم اگه یادتون باشه ما توی اکسل یه سالور ادز هم داشتیم که میتونستیم اصلا مستیم داخل اکسل این کار رو انجام بدیم اما خب ممکنه واسه یک سری از مدل که مثلا تعداد متغیرها و محدودیت خیلی زیادتر هست لینگو بهتر باشه اصلا جایی لازم داشتیم که از لینگو استفاده کنیم و مدلمون رو با لینگو حل کنیم و ارائه بدیم و اونجا خب میتونیم از ترکیب لینگو و اکسل استفاده کنیم و دیتا همون رو تو اکسل وارد کنیم و بعد تو لینگو بخونیمش خب چی کار بکنیم؟ یعنی یکی از مدل های هستش که تعداد محدودیتاش خب زیاده نسبتا ما سه نوع محدودیت متفاوت داریم یکی مساوی هست، یکی کوچیکتر مساوی و یکی هم بزرگتر مساوی هستش در حال حاضر از طریق سیمپلکس عادی نمیدونیم که چطور میتونیم محدودیت مساوی رو حل کنیم که تو جلسات بعد به اون حتما میرسیم و تو جلسه بعد میبینیم که اگر محدودیت مساوی باشه اون وقت چطور سیمپلکس رو ادیت کنیم و حل کنیم اما خب لینگو این رو میدونه که چطور باید حلش بکنه و الان ما لازم داریم که این سنو محدودیت رو توی لینگو اول بشناسونیمش همونطور که تو جلسه قبل دیدیم وقتی که محدودیت بزرگتر مساوی داریم میتونیم به راحتی اون رو در منفی یک بکنیم دو طرف رو و بعد این بزرگتر مساوی به کوچکتر مساوی تبدیل کنیم و اون وقت توی لینگو همه رو از کوچکتر مساوی استفاده ده. اما دیگه واسه مساوی نمیتونیم ضرب در منفی یک کنیم خب چیکار باید بکنیم اولین کاری که میخوایم بکنیم اینه که بیایم لینگو رو بیاریم بالا خب وقتی که لینگو رو آوردیم بالا یادتون هستش که ما سه بخش رو باید باسه لینگو تعریف میکردیم بخش اولش بخش مجموعه بود بخش دوم بخش داده ها هستش و بخش سوم خود مدل هستش خب الان مدلی که داریم حل میکنیم مدل در واقع ترکیب مواد هستش که اگر دوستان دوره مدل سازی ریاضی رو از وبسایت دیاکو دیده باشم ما یه چنین مدل رو تهیه کرده بودیم و مدل ریاضیش رو ایجاد کرده بودیم که لینک اون رو هم من همین بخش میذارم که بتونیم برین اگر کسایی که ندیدن اون رو ببینن اگر خواستن چطوری مدل تهیه میشه اما کاری نداریم ما مدل ریاضیمون رو که به دست اومده الان میخوایم حل کنیم از این طریق میکسیم ماتریال خب این مدلی هستش که میخوایم حلش کنیم گفتیم که از چند بخش تشکیل شده از سه بخش تشکیل شده بخش اول بخش مجموعه هستش و این رو جدا میکنیم با کامنت اینطوری میتونیم خانایی کامنت میذاریم خانایی کدمون بهتر خواهد بودش بخش بعدی بخش داده ها هست خب و بخش آخر بخش مدل ریاضیه مدل سکشن خب گفتیم که باسه بخش مدل بخش, بخش ست یعنی مجموعه ها ما باید از لغت های کلیدی ست دو نقطه شروع میشه تا جایی که تموم میشه ان خب از ان ست استفاده کنیم همینطور باسه دیتا انسیتس خب میبینی آبی میشه اگر اشتباه بنویسیم همون مشکی میمونه ولی اگر درست بنویسیم لغت رو شناسایی میکنه و آبی میشه واسه دیتا هم همینطور من باید بنویسم دیتا دو نقطه و end دیتا اند data خب بین این دوتا هستش که باید مجموعه هم و دادام رو مشخص کنم خب این پنجره رو کوچیک میکنیم قبل اینکه کوچیک کنم این رو مکسیمایز کنم این رو کوچیک میکنیم این رو هم کوچیک میکنیم که بتونیم کنار همدیگه اینا رو ببینیم خب برای این هم همینطور میاریم این برتر خب اولین کاری که باید بکنیم مجموعهمون رو شناسایی کنیم توی مجموعه که داریم ما یه سری محدودیت هستش و یه سری متغیره توی محدودیت ها ما سه نوع محدودیت داریم که گفتیم این دوتا رو میتونیم شبیه هم کنیم یعنی این بزرگتر مساوی و با منفی کوچکتر مساوی کنیم پس در واقع دو نوع محدودیت هست که باید تعریف بشه یک محدودیت مساوی هست به صورت جداگونه باید رو تعریف کنیم و یکی محدودیت کوچکتر مساوی پس من یه دونه محدودیت های مساوی دارم که میتونم بنویسم ایکوالیتی خب دو نقطه آرچس مربوط به اون آرچس مربوط به ایکوالیتی درسته 12 و هشت و آرچس مربوط به ایکوالیتی هستش و یه سری محدودیت این کوالیتی دارم یعنی نامساوی ها خب که نامساوی ها در واقع کوچکتر مساوی های من هستش و RHS مربوط به این کوالیتی اگر میخواستم زب در منفی یک نکنم یه دونه هم کانسترینت این کوالیتی دو با سرم میذاشتم که مربوط به بزرگتر مساوی ها بودش ببینید این بینش یه سری بزرگتر مساوی یه سری کوچکتر مساوی ها حواسه اون باید باشه خب گفتیم که همیشه سمیکالون رو نقطه ویرگول رو باید بذاریم باسه و اینجا هم میذاریم بعد اینکه محدودیت ها رو تعریف کردیم میایم متغیر ها رو تعریف میکنیم variables ما یک جور وریبل داریم یا متغیر داریم دو نقطه که مقادیر مربوط به اون هستش و مقادیر مربوط به تابع هدف ذرای به تابع هدف هستش پس من یه Objective Coefficient دارم ویرگول و یه دونم مقدار تابع متغیرها ور ولیوز خب اینا اختیاری هر اسمی که دوست داشتیم میتونیم بهش بدیم خب بعد اینکه این, این دوتا رو تعریف کردم ذرایع به محدودیت ها هستن که گفتیم ترکیبی از در واقع متغیر ها و محدودیت ها میشن خب پس من یه سری ترکیب دارم که با سه این مساویه هست باید با این دوتا ترکیب کنم و یه سری هم هستن که باسه محدودیت های نامساوی من هستن این دوتا رو باید ترکیب کنم پس واسه جفتش باید بنویسم در واقع constraint variables ور می نیمیسم. دو نقطه ببخشید پرانتز باز چون ترکیبی هستن یه چیز جدید دارم تعریف نمی کنم یه چیزی هستش که ترکیبی از محدودیت های مساوی ویرگول و متغیر هاست اون وقت اون وقت دو نقطه پرانتز بسته دو نقطه رو میذارم بعد باید چیکار بکنم بگم به مربوط به محدودیت های مساوی در واقع کانسترنت coefficient کوفیشنت آندرلاین ببینید خط تیره رو متوجه نمیشه و آندرلاین بزنیم خط تیره در واقع جزی از یک بخش نمیشه بخاطر این لینگو نمیشناستش باید حتما آندرلاین باشه اگر میخواین دو تا چیز رو جدا کن یا اینکه پشت سر هم بنویسین خب واسه این بنویسم equality این هم کانز variable مربوط به ایکوالیتی بود دیگه خب یه دونه هم من لازم دارم واسه این quality. یعنی واسه نامساوی سمی نشون میذارم اینجا که اینو میتونم از این کپی پیست کنم راحت این بخشش عوض میشه این مربوط به این کوالیتی هستش و این هم ضربه مربوط به این کوالیتی خب بخش مجموعه ها رو الان تعریف کردیم میریم بخش دیتا من باید این داده ها رو به لینگو بشناسونم واسه این کار گفتیم میتونیم از اکسل استفاده کنیم اول لینگو رو سیف کنیم که داشته باشیم و نپره خب میریم توی فولدر مربوط این کار رو میکنیم اینجا من میخوام رو سیف کنم توی این آدرس خب سیفش میکنیم بعد یه اکسل باز میکنیم خب توی این اکسل جدول مربوط به این مدل رو میکشیم مثل همون اکسل قبلی که داشتیم شبیه همون. فقط دیتا ها رو میخوایم دیگه اینجا خب برای این کار من متغیر x11 یک یک دارم x12 دارم و این ادامه پیدا میکنه تا x13 یعنی به این صورت درسته بعدش میشه x21 و این میره تا x22 دو دو و 23 دو بعد میشه x 31 که این میره تا x سه, سه و بعد میشه ایکس چهار میبینین ایکس چهاران اینجا دو اشتباه اومده چهار یک خب که میره تا ایکس چهار سه بعدش یه قسمت آرچست میتونم داشته باشم که دست راست ها رو میخوام بنویسم این قسمت هم محدودیت اول تا محدودیت چندم اینجا 16 تا محدودیت دارم اینجا 4 تا که میشه 20 تا و اینجا هم 3 تا دارم که میشه 23 تا درسته 16 4 20 و 23 پس تا محدودیت 23 باید برم خب و بعدش ذرایب تا به هدف و مقادیر حل رو میخوام بذارم میتونم بگم سلوشن خب پس این الان جدول ما شد حالا باید ذرایب رو اینجا جایگزین کنم بر فرض اول آرش اس رو اگر بخوام بذارم چون ساده تره میشه دوازده هشت آها نمادها رو هم باسه خودتون مشخص کنین چون نمادها رو لینگو نمیخونم نمادها رو تشخیص نمیده من باید تو لینگو بنویسمش اما باسه راحتی کار اینجا میتونم بذارم مثلا علامت ساین خب که اینجا نمادها رو بذارم که خودم بتونم تشخیص بدم خانایش بهتر بشه باسه من خب دوازده هشت نو بعد میشه ده دوازده ده دوازده هشت نو هفتاد خب ادامش رو خودتون بنویسین چون زمان میگیره بعد اینکه حسن اینا رو گذاشتیم میتونیم بیاین اینجا تا به تاب هدف رو بذاریم که مثلا دو دهم ده هستش تا سه تا این همین دو دهم ده میمونه بعد میشه دوازده صدم که این هم سه تا میره بعد میشه بیس چهار صدم که این هم سه تا میره و در آخر میشه دوباره 12 صدم. خب این هم مقادیر در واقع تا بعدم اینجا هم علامت ها رو میتونیم بزنیم که واسه اینا مساوی بود سه تا اول بعد کوچیکتر مساوی بودش. درسته؟ چهار تا کوچکتر مساوی بود بعدی میشه بزرگتر مساوی من این بزرگتر مساوی میذارم که بعدا بتونم منفی ها رو ضرب کنم و جایگزین کنم الان در حال حاضر فعلا همینطور میذاریم باشه خب بعد میایم ضرایب رو قرار میدیم همونطور که میدونین اکثر ذرایب صفر میشن دیگه مثلا اینجا x یک یک داره x یک دو صفر رو تو توی این محدودیت اول صفر رو بذارین خب یه کپی بگیریم بزنید این رو بزرگ کنم میاد تا اینجا بعد تا اینجا و بعد اعداد رو جایگزین کنیم این رو کوچیک بکنیم خب. که میشه x یک یک برابر با یک x یک دو برابر با یک x یک سه تو محدودیت بعدی برابر با یک دوباره میاد از اول میشه x دو یک برابر با یک x دو دو x دو سه. بعد دوباره میایم از اول x سه یک سه دو و سه, سه و دوباره اینجا x چار یک چار دو چار سه. بعد ضرایب رو اینجا متناسب با این قرار بدیم اصلا اینا رو من قرار میدم اینا رو دیگه خودتون چون واقعا تعدادش زیاده وقت زمان علکی میگیره گیره خودتون جدا بزنید من هم جدا میذارم ویدیو رو پاز میکنم خب اینا یکن مربوط به اولی دومیه که بعد سومی و بعد چهارمی خب پس همینطوری اینا رو پر کنین تا برگردیم و بقیه برگرد رو ببینیم خب وقتی که دیتا رو وارد کردیم حالا میخواستیم چیکار بکنیم محدودیت های بزرگتر مساوی رو تبدیل به کوچکتر مساوی کنیم واسه اینکه این کار رو بکنیم اول از همه بیایم یک کم اکسلمون رو مرتب کنیم که بتونیم بهتر تشخیص بدیم اینجا میتونیم یه بردر اول بذاریم خب این کارا رو راحت تر میشه تو اکسل واقعا انجام داد تا لینگو ما اگه تو لینگو میخواستیم این کار رو انجام بدیم خیلی زمان میتونست بگیره این بخش جواب های من هستش این که بردار زده منه مثلا با یه رنگ دیگه نشون بدم که متوجشم شم اینا محدودیت های من هستن متغیر ها و بخش RHS که میتونیم این رو با یه رنگ مثلا آبی نشون بدیم خب بیایم مجموع متغیرهامون هامون رو تشخیص بدیم یعنی اونایی که مساوی هستن با یه رنگ جدا کوچکتر مساوی با رنگ جدا و بزرگتر مساوی با یه رنگ جدا به جای اینکه دونه دونه بیایم اینها رو بگیریم و رنگ بندی کنیم میتونیم از یه ویژگی اکسل استفاده کنیم به نام کاندیشنال فرمتینگ اگر این رو بزنیم اولیش رو بریم میتونیم یه دونه ایکوال تو رو نگاه کنیم برابر با رو انتخاب بکنیم مثلا مساوی رو قرار بدیم اونایی که مساوی هستن این رنگش رو داره تغییر میده میتونیم اینجا بگیم مثلا اینا رو زرد به من نشون بده با فیل زرد خب با تکس زرد اینا رو این رنگی میتونیم بکنیم بعد بیایم دوباره از همون ویژگی کال استفاده کنیم مثلا کوچیکتر مساوی ها رو سبز نشون بدیم خب که اینا سبز هم باسه ما و بزرگتر مساوی ها رو با قرمز این بزرگتر مساوی که اینا رو قرمز میتونیم نشون بدیم خب ما میخوایم این قرمز ها در واقع به کوچکتر مساوی تبدیل بشن دیگه پس باید دو طرف معادلمون که یکی این هستش و یکی این هستش رو تو منفی ضرب کنیم خب کافیه مثلا اینجا اول ببینیم چند تا سطر داریم از اینجا هستش دیگه خب این قسمت چهارده تا ستون داریم درسته این رو مساوی کنیم با منفی این سلول خب و بعد به اندازه 14 تا میکشیم خب یعنی چند تا شد پونزه تا شد این یکی لازمه اینی که value error میده به خاطر اینکه متن هستش value هستش اینم که آرش اسه خب پس من نیاز دارم که این رو حالا من اگه بیارم تا پایین یعنی کل این قسمت ها رو زب در منفی کردم چون تعدادش کمه مثلا اینو من پاک میکنم این رو نیاز ندارم ضبط منفی کنم میتونم مثلا این منفیشو بردارم اینو بگم همون باشه خب این رو بکشم چون میخوام کپی پیست کنم زودتر انجام بشه بخاطر این کار رو انجام میدم این رو هم همینطور منفیشو برمیدارم خب و میبرم تا انتها بعدی این رو هم همینطور منفی شو برمیداریم میداریم میریم تا انتها یه دونه دیگه هم باید این کار رو انجام بدیم واسه این اینا رو نمیخواستیم تو منفی ضرب کنیم بخاطر اینکه خب وقتی که این کار رو انجام دادیم ببینید این شناخته به خاطر اینکه این خود سلول رو برگردیم ولی اینجا چون ضبط در منفی کردیم نتونسته این کار بکنیم چون گفته که منفی نمیشه پس این قسمت رو میگیرم میارم جایگزین این میکنم از اینجا تا اینجا میشه دیگه فقط کپی پیست معمولی نکنین پیست که میخوایم بکنین بیاین اینجا یک دو سر انتخاب کنین که فرمول نیادش فقط متن میاد اینایی که اینجا هستن ولیو میگیر ارور دادن اونایی هستن که به کوچیکتر مساوی تبدیل شدن کافیه که این کوچکتر مساوی ها رو بساشون قرار بدیم یعنی در واقع من همه رو به کوچیکتر مساوی تبدیل کردم دیگه این دیتا ها رو لازم ندارم پاک میکنم خب الان مدل ما دیتا هاش آماده شدش حالا باید کاری که بکنیم اینه که اینا رو به لینگو بفهمونیم قبل از هر چیزی لینگو وقتی که من بهش حالا کدش رو بگم که آقا بیا برو از اکسل بخون میاد توی این شیت بر اساس اسم میگرده و پیدا میکنه یعنی من همین مجموعه که اینجا دارم رو باید توی اینجا هم مشخص کنم که تشخیص بتونه بده توی اکسل یه قسمتی هستش تو بخش فرمول ها تو منوبار توی تب فرمول اگه برین دیفاین نیم تعریف اسم باسه یک بخش و محدوده من میتونم اسم تعریف کنم مثلا این یک رنج یک محدوده من هستش که میخوام اسم تعریف کنم و این محدوده من اسمش چیه اسم وریبلز رو داره یادتونه توی لینگو وقتی که میخواستم دیتا باسه این بگم x11 x12 نیم و اسم رو واسش تعریف میکردم دیگه اینجا هم باید بگم اینها وریبلز من هستن که اسمای اون هستن بعد دونه دونه اینا رو باید بسش تعریف بکنم دیگه یعنی الان محدودیت های مساوی من کدوم من اینا هم نیم باید بگیرن این سه تا دونه هستن پس این هم دیفاین نیم میکنم بسش و کانسترکت ایکوالیتی اینجا رنج من رو داره تشخیص میده خب اوکی میکنم پس الان اگر نیم منیجر رو بزنیم میبینیم که دو تا اسم بسش تعریف کردیم یکی وریبلز یکی هم constraint equality که اگر ادیت رو بزنیم میتونیم بریم دوباره محدودیت رو تغییر بدیم و اصلاحش کنیم که حالا درست تعریف کرده بودیم. خب واسه بقیه هم همین کار رو میکنیم من مثلا RHS equality رو به ترتیب میرم اینجا که ببینیم پوز نمی کنم که بتونیم با هم دیگه ببینیم اینا رو define name کار راحتیه equality خب بعدیش بعدیش این هستش محدودیت های نامساوی که از اینجا تا انتها هست define name quality بعدی آرچسش هست فقط درست بگیریم <coughs> که از این قسمت تا این قسمت define name paste خب بعدی چیه؟ بعدی ضرایب تا به تابه هدف هستش که این قسمت میایم دیفاین نیم میکنیم و گوستش میذاریم خب بعدی چیه؟ بعدی و این مقادری هست که میخوایم به دست بیاریم یعنی سلول های خالی رو اگر میخوایم که در واقع لینگو جواب رو به اکسل رو اکسل هم برگردونه این رو هم باید تعریف کنیم یعنی این قسمت خالی که سلوشن گذاشتم جایی هستش که باید لینگو جواب با من بذاره ور ولیوز مقادیر متغیرهای من هستش خب بعد میایم اینجا ذرایب محدودیت ها مربوط به محدودیت های مساوی یعنی این قسمت دیفاین نیم میکنیم براردی. و ذرایب محدودیت ها مربوط به نامساوی ها میشه از اینجا تا اینجا define name okay. خب الان لینگو میاد بر اساس این اسمایی که تعریف کردیم محدوده من رو شناسایی میکنه حل میکنه مدل من رو و میذاره اینجا جوابا رو اما ابجکتیو هم چی اونو بر نمیگردونه ما میتونیم یه فرمول ساده سام پروداکت بنویسیم مثلا بذاریم توی اینجا بنویسم مساوی سام پروداکت بذارم این مقادیر اینو قبلا دیده بود اینا زرد در این مقادیر دونه دونه مجموعشون خب اینجا این هم میشه آبجکتیو ولی من که با رنگ سبز نشونش میدم سبز پر رنگ نشونش میدم. خب پس الان اکسل من آماده است و سیوش میکنم میام تو حالا همون فولدر رو من خوبه فرقی نداره کجا سیو میکنیم به لینگو آدرسش رو باید مستقیم بدیم که حالا میبینیم با هم دیگه من تو همین فولدر رو حالا سیو میکنم میام اینجا خب بعد اینم میتونم اسمش رو عوض کنم بگم مدل دیتا مثلا خب الان اکسل من سیو شد حالا برگردیم به لینگو به لینگو چجوری میتونم بفهمونم که آقا بیا دیتا رو از این بگیر من باید به ازای هر کدوم از اینا دیتا رو مشخص میکردم دیگه بیایم اینجا دونه دونه اونایی که داده ها رو لازم داریم باستش مشخص کنیم و بذاریم که وقت هم جویی بشه اینا رو باید همه رو مشخص کنیم باستش بعد این اینو آخر میذاریم این دفعه ببین توی قبلی من اینا رو اصلا تعریف نمی کردم یادتون باشه اینا اصلا تعریف چون باید لینگو به دست بیاره اما اینجا میخوام به لینگو بگم که آقا اینا رو که به دست آوردی ببر بذار تو اکسل مثلا این جدا میخوایم ببینیم خب بعد میادش ذرایع به محدودیت مساوی اینجا میذاریم بعد این خب بعد چی کار باید بکنیم بعد بگیم این مساوی است با برو تو اکسل چجوری میتونم بگم برو تو اکسل ویندوز واسه همه ویندوز ها یه دونه در واقع کامند وجود داره به نام OLE خب که این OLE رو لینگو هم میشناسه اگه من ادساین OLE بذارم پرانتز باز پرانتز بسته سمیکالون من توی این پرانتزه باید آدرس اکسل هم رو بهش بگم فقط کافیه که برم توی اون فولدر هم مثلا اینجا بود دیگه خب آدرس این اکسل هم رو بهش بگم که توی این فولدر اینجا پیستش میکنم من چون متن میخوام داخلش بذارم باید این علامت کوتیشن رو قرار بدم یه کوتیشن داخل این کوتیشن باید این متن رو قرار بدم یعنی آدرس رو داخل کوتیشن بذاریم خب الان من پیست کردم این رو بذاریم بزرگش کنم میبینین هنوز اکسل من رو نمیشنسته الان فولدر من رو میشنسته ولی اکسل هم نه یه بک بذارین اینجا بیاین توی دوباره فولدرتون اسم این اکسلتون رو بگیرین اینجا کلش رو با اکسلس اکسش بگیرم با پسوند بگیرین و بذارین اینجا خب الان متوجه میشه لینگو اگر میخواد این متغیر دیتاشو بخونه بره به این آدرس این اکسل رو باز کنه و بر اساس اون محدودی که اسمش برابر با همین هست دیتا رو قرار بده اون نیمه اینجا اهمیت داره واسه بقیه موارد هم کافیه این بخشش رو کپی پیست کنیم زید. کامل فرا دیگه با شیفت میتونیم خب این قسمت رو فقط کافیه بگیریم کپی کنیم بیایم اینجا واسهش بذاریم واسه همه موارد مشابهه پس این در واقع چی کار داره میکنه اینجا میره این اکسل رو باز میکنه دیتا های مربوط به اون این بخش رو که نیمشون برابر هست و میگیره میذاره این تو لینگو به همین راحتی خب میبینیم که خیلی راحت تر میشه اینطوری دیتا فراخوانی دیتا ها توی لینگو چون شیت توی اکسل راحت تر میتونم دیتا رو بنویسم و خیلی از اعمال ریاضی و قبلش هم حتی انجام هم و دیتا رو آماده کنم خدا این بهتر که اصلا از اکسل بخونم مخصوصا واسه مدل های بزرگ خب الان دیتا هم رو هم شناسوندم کاری که میخوام بکنم چیه؟ میخوام بگم که وقتی دیتا یعنی جواب رو به دست آوردی بیا جواب رو بذار توی اون اکسل تو اون ناحیه که مشخص کردم یعنی بیا OLE از هم OLE ای استفاده میکنم این رو اکسل رو باز کن قرار بده مساوی کن با مقدار ور ویوز. مقدار متغیرهای من اینجا من یه اشتباهی داشتم اینجا ورولیوز اشتباهی گذاشتم وریبلز و میذاشتم شما حواستون باشه این اشتباه رو نکنید خب الان درست شد پس این مقادیر متغیرهای من هست این از اسم متغیرهای من هستش اگر این ران کنم ارور میگرفتش خب این هم قسمت آخر که گفتیم جواب رو برگرد بذار توی ناهیهی که برابر با این اسم هست. هستش حالا بریم مدلمون رو بسازیم واسه مدل ساختنم مثل دقیقا دفعه قبل عمل میکنیم میتونیم این اکسلمون رو دیگه ببندیم یه سیو میگیرم و میبندمش خب مثل دفعه قبل ما اول چیکار باید بکنیم تا به هدفمون تا به هدفمون مینیموم کردنه بیارم پایین مینیمم مینیموم مساویه با سامیشن باید بگیرم سامیشن پرانتز باز پرانتز بسته نقطه بود داخل سامیشن وریبلز همون قراره بذارم به ازای وریبلز سیگما روی وریبلز و برم مجموع روی متغیرها با اندیس آی نشون میدم دو نقطه به ازای متغیرهای من چیکار بکن بیا ذرای به تابع هدف رو زب در مقادیر به دست اومده در واقع باید بکنم مقادیری که میخوایم به دست بیاریم میشه این به هر آیش ضرب داره ور هر مقداری که به دست میاریم خب این الان تا به هدف من شد این سامش هم باید ادساین اول بذاریم که این آبی نشده بود مشکی بودش به خدا این نشناخته بود خب این از این الان تا به هدفمون شد حالا بریم محدودیت هامونه بشه ما گفتیم دو جور محدودیت الان داریم یکی محدودیت مساوی و بعدی که کوچکتر مساوی شدن پس من باید بگم یک به ازای هر محدودیت مساوی من at sign 4 خب at sign 4 پرانتز باز به ازای کدوم محدودیت ها اول میرم مثلا محدودیت های مساوی محدودیت مساوی جیون دو نقطه حالا میام پایین پرانتز رو میبندم نقطه ویرگولش هم میذارم که بعدا یادم نره خب به هر یک از اینا که سه تا دونم بیشتر نیستش یه دونه سامیشن لازم دارم درسته اد ساین سام پرانتز باز به هر متغیر وریبل زم بعد این مجموع رو ببندم یادتونه دیگه توی جلسه بعد اینو توضیح داده بودیم که میاد رو اینجا یه سام میبندیم چون بقیه الان تو اینجا نشون داد ندادیم ولی در واقع ضرب صفر دارن پس تمامی متغیرهای آی دو نقطه چیکار بکن ضریب محدودیت محدودیتی که توی اون محدودیت وجود داره یعنی ضریب محدودیت های مساوی بزه هر محدودیت جیوم و متغیر آیوم ضرب داره مقدار متغیر آیون ور ویوز آی مقدار متغیر آی درسته؟ پرانتز بسته سمیکالان هم میبندم ببخشید قبل اینکه این کار رو بکنم این مقدار مساویه با چی؟ آرش اس کدوم آرش اس؟ مساوی درسته؟ چون اینم به اندازه سه تاستیه واسه مساوی ها سه تا تعریف کردیم اون وقت پرانتز رو اینجا پرانتزش رو سام رو باید ببندیم چون اینجا رو مجموع میگیریم مجموع این مساوی هست با این دیگه بعد نقطه ویرگول رو میذاریم خب این الان بخش اول محدودیت های من بخش دومش چجوری میشه بسید یکم بیارم بالاتر اینو که بهتر بشه دوباره یه دونه فور باید بذارم اد ساین فور به ازای این محدودیت های کچکتر مساویم دیگه میخوام برم پس به ازای محدودیت های کوچکتر مساوی این کوالیتی های من کدوم اینه درسته کپی دوباره جیوم دونه دونه هر کدوم از اینا دو نقطه میام پایین پرانتز بسته نقطه ویژگول یه دونه سامش ات ساین سام میذارم باساش دقیقا مثل به به هر محدودیت این دفعه ذرایب محدودیت های نامساوی رو خب بزه هر متغیر ذرایب محدودیت های نامساوی توی محدودیت جیوم و برای متغیر آیوم رو ضرب در متغیر مقدار متغیرم هم ور, ور, ور آیوم درسته ضرب در مقدار متغیر آیوم باید این کوچیکتر ببخشید سام رو اینجا ببندیم یعنی این مجموعه مجموعه دیگه اینا جمع ها کوچیکتر مساوی با RHS محدودیت های نامساوی یعنی این یکی می اینجا میذاریم بعد سمیکالانش رو بس این خط هم میذاریم خب این هم بخش دومه مدل ما پس الان مدلمون هم درست کردیم میتونم اینجا مثلا یه اینطوری هم بذارم که در واقع تموم شده کد من خب این رو سیو میگیرم ازش بریم ران کنیم ببینیم چی در جواب میگیره ران کرد اکسل رو باز کرد خب اینجا ارور میده ارور رو شو وقتی که لینگو میده اینجا توضیح میده که چرا ارور پیدا کرده و میگه توی کدوم خط بوده این ارورش داره میگه که من سعی کردم یعنی سعی شده که یه مجموعی که قبلا تعریف شده رو دوباره تعریف بشه خب یه چنین سعی شده و این ارور میده یعنی نباید دوباره تعریف بشه خب بریم ببینیم مشکلش چی بوده کلوز میکنم قبل اینکه بریم بالا اینجا variables اینجا رو روی j بستم اشتباهند بر روی آی بسته بشه همونطور که توضیح داده بودیم چون مجموع ما روی آی هستش متغیره های ما هم روی آی برشه مورده باشه خب این از این دومین مشکلی که وجود داره اینجا متغیره های من بعد از ذرایب تا به هدف تعریف شدن یعنی دیتا بهشون داده شده این در واقع اینجا وقتی که داریم میریم باید به ترتیب یه جورایی بریم اول اینا باید تعریف بشم بعد اینها به این ترتیب اینا باید برم بعد وریبلز تعریف بشه و بعد ذریب تا به هدف به خاطر همین هست که ارور رو داره میده پس من باید این رو سلک کنم بیام قبل از ذرایب تا به هدف این رو پیست کنم خب و الان این دیگه ارور رو نباید بده خب میتونیم ران کنیم فقط یه چیزی وریبلز من اینجا غلط تایپی داشتم یه ای باید باسش بذارم خب میشه وریبلز این مشکلی ایجاد نمیکرده ولی خب غلط تایپی بهتری که نداشته باشیم اینجا وریبلز اینجا و اینجا جایگزین کنیم توی اکسل نیمش رو نگاه میکنم چون کپی پیس کرده بودم اون نیم هم باید آپدیت بشه خب این اسمش باید بشه وریبلز اوکی می کنم سیوش میکنم لزومی نداره اکسلتون رو حتما ببندینا من میخوام ببندم که باز شدنش رو ببینیم خب روی سیبل میزنم که حل کنم خب اینجا باز دوباره ارور گرفته از من آها اینجا وریبلز این تیکر رو تغییر نداده بودم اما قبلیه بودش خب یادم رفت کجا بود دوباره نگاه میکنم همه رو اینجا رو عوض کردم اینو عوض نکرده بودم خب این هم عوض میکنیم دوباره ران کنیم خب اکسل رو باز میکنه دیتا رو میخونه و حل میکنه اکسل رو وقت باز کرد باز میذاره بمونه خب اینجا میبینیم که حل رو انجام داده گفته که از نوع خطی بوده مقدار تا به هدف 4 مایز 12 صدوم توی 10 تا تکرار بهش رسیده در کل 12 تا متغیر و 24 تا محدودیت ما 23 تا محدودیت داشتیم یه محدودیت هم که محدودیت تا به هدف هست بهش اضافه میشه میشه 24 تا خب کلوز میکنیم این هم داده همون هست که به دست آورده ما میتونیم ببینیم که مقدار تا به هدف اینا که اعدادی هستن که تعریف شده بودن مقادیرش وریبل زن اینا هستن که مقدار x یک وریبلز value خب values. x یک یک که 6 به دست اومده x یک دو یک مایز 25 غیره اگه خاطرتون باشه ما اینجا توی کدمون گفتیم که بذار من اینو کوچیکش کنم توی کدمون اینجا گفتیم که جواب رو به اکسل برگردون خب اکسل رو نگاه میکنیم ببین کجا جواب برگردون تو اون ناحیه که میخواستیم دقیقا ناحیه ورولیوز که اینجا هست جواب رو به من برگردونده و x1 1 6 x1 2 1 مایز 25 75 صد و 0 55 65, 65 x 3 x 3 1 تا 3 3 همش صفر بوده یعنی اصلا از این میکسی نباید استفاده بکنیم به صرفه نیستش خب مقدار تا به هدف اینجا 4 مایز 12 صد با توجه به فرمولمون که روی نوشتیم خودکار به دست میادش خب این هم از طریق خوندن دیتا از اکسل و حل توسط لینگو یعنی من حل توسط لینگو کردم دیتا رو از اکسل خوندم و دیتا رو برگردوندم به اکسل داره جواب رو به اکسل برگردوندم امیدوارم مفید واقع شده باشه تو جلسات بعد الان دیدیم که مثلا ما اینجا محدودیت مساوی داشتیم خب این محدودیت مساوی رو لینگو میتونه حل کنه اما من میخوام به صورت دستی حل کنم یه مقدار مشکل دارم واسه پیدا کردن جواب اولی که تو جلسه بعد اون رو خواهیم دیدش و میبینیم اگر محدودیت ها همه کوچکتر مساوی نبود و مساوی داشتیم ما چطور باید حل کنیم در واقع لینگو هم داره یا اکسل هم از همین روش استفاده میکنه فقط الان ما اول حل نرم افزاری دیدیم تو جلسات بعد میریم حل ریاضیاتی اون رو نگاه میکنیم که ببینیم چطور در واقع این کار انجام میشه ممنون از توجهی که داشتین خدا نگهدار